نمایشگاه بین‌المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی تلکام در ایستگاه 15 حضور قطب‌های مهم و تولید کنندگان تجهیزات مخابراتی، شبکه و اطلاع رسانی زیر یک سقف فرصتی مناسب برای ارزیابی توان مخابراتی کشورمونه. تجهیزات و سرویس‌های مخابراتی، سنجش و ارتباطی، کابل و آنتن، امنیت شبکه، مراکز تلفن، نرم‌افزار و سخت‌افزارها، اینها از جذاب‌ترین بخش‌های تلکام 2014 بودند. مجموعه مهندسین، محققین، کارشناسانی که از بهترین دانشگاه‌های ایران در حقیقت در مجموعه ما هستند، تونستن محصولاتی رو ارائه بکنن که به جرأت میشه گفت که با محصولات نمونه خارجیش کاملا برابری میکنه، بلکه خیلی جاها برتر هست. گستردگی اپلیکیشن‌ها برای برنامه کاربردی میتونه زمینه گستری برای فعال نیروی جوان کشور ایجاد بکنه که قطعا تو این حوزه ما قبلا دانشگاه شریف شروع کردیم کاری رو و داریم شاید بخش توسعه میدیم. بازار شغلی آیتی در ایران دارای یک فضای خیلی باز هست واسه کارشناسان آیتی که بتونن خیلی در شرکت ها و در سازمان ها بتونن کار کنن و فعالیت کنن. برای گرفتن کنفرانس و تماس تصویری خیلی راحت میتونن با داشتن یه شبکه که دیگه الان توی تمام سازمان ها هم شبکه وجود داره از این تلفن ها استفاده کنن. ارتباطات امروزه پیشران توسعه در همه جوامع محسوب میشه. طبق آمارهای بین‌المللی دو برابر شدن استفاده از دیتای همراه تولید ناخالص ملی یا GDP رو 0.5% افزایش میده و از طرف دیگه 10% رشد ضریب نفوذ موبایل تولید رو 1.4% افزایش میده. اینها همه باعث شده حمایت از تولید کنندگان در کنار رشد محتوای مناسب مورد توجه سیاست‌گذاران ما باشه. این تصمیم و نظر همه مسئولین وزارت ارتباطات هست که به طور جد حمایت بکنن از بخش خصوصی. اشتغال، تسهیل ارتباطات، کاهش فساد اداری و ترددهای شهری و بهبود محیط زیست از مزیت‌های گسترش زیرساخت‌های مخابراتیه. البته به شرط استفاده مطلوب و مناسب از اونها. مهدی صادقی، خبر جامجم.